سلام، روز همگی بخیر. امیدوارم سلامت باشید، شاد باشید، آماده باشید برای انجام تمرینات امروزمون. امروز هم با یه سری از تمرینات به پهلو در خدمت شما هستیم. برای انجام تمرینات دوباره من متذکر میشم، حتما عزیزانی که پایان 13 هفتگیشون رو گذروندن و پزشکشون اجازه میده، حتما عزیزان قبل از انجام ورزش ها با پزشکتون مشورت کنید. اگر مشکل خاصی نداشتید به راحتی میتونید از تمرینات ما استفاده بکنید. خب امروز از تمرینات خوابیده میخواییم شروع بکنیم. تمرینات به پهلو، به پهلوی راستتون روی متتون دراز بکشید. موقع دراز کشیدن بچه ها خیلی با آهستگی پاها رو به این حالت میذارم. دو حالت رو برای دست بهتون میگم. اگر که گردنتون اذیت بود، دستتون رو صاف بذارید، سرتون رو بذارید روی دستتون. اگر که گردن درد نداشتید، میتونید آرنجتون رو بذارید روی زمین و سرتون رو بذارید کف دستتون. پا رو، پای زیری رو حتما جمع بکنید. پای بالایی رو کاملا صاف نگه میدارم و شروع میکنم. آروم پا رو میارم بالا و پایین، 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 بالا پایین، بالا نگه میدارم و پنجه پاشنه میکنم خیلی آهسته. این کشش ها خیلی مهمه برای روی پا و پشت پا. خب از همینجا پا رو جمع میکنم داخل شکمم و دوباره صاف میکنم. تا کجا پا رو بیارم داخل شکم به شکمم بستگی داره. هر چقدر که شکمم بزرگتر باشه، پا کمتر میاد داخل شکم. نباید به شکمتون برخورد کنه پا. و یه نکته ای که دقت کنید، زانوتون بسته نشه بچه ها. پشت زانو رو ببینید بازه، یه زاویه 90 درجه هست. خب پا رو که به همین حالت بسیار نرم پا رو میاری داخل شکم و میبری. برای بچه هایی که سیاتیک دارید بسیار تمرین خوبی هست. در آخر این پا رو میذارم جلوی بدنم، پای زیریم رو صاف میکنم و چند بار پا رو حرکت میدم به سمت بالا. پای زیری حرکت میکنه، خیلی عالی. خب ثابت نگهش میدارم چند لحظه و رهاش میکنم. خب هر دو پامو جمع میکنم داخل شکمم به صورت زاویه 90 درجه. از لبه متتون میتونید استفاده بکنید برای اینکه مطمئن شید پاهاتون جای درستی هست. پای بالاییم رو کاملا جدا میکنم، میارم بالا و میبرم پایین، بالا و پایین، بالا و پایین، بالا و پایین، بالا و پایین. خب بالا نگه میدارم و شروع میکنم به صورت دایره از لگن. این تمرین جز تمرینات تخصصی برای عضلات کف لگنه، جز تمریناتیه که باید مرتب انجام بدید برای تقویت عضلات کف لگن. میدونید عضلات کف لگن برای خانوم ها خیلی عضلات اصلی هستن. جهتش رو عوض کنید لطفاً، برعکس دایره بزنید. خیلی عالی، مرسی. خیلی خوب، میتونید پاتون رو بگیرید و به آرومی پاتون رو صاف بکنید. نگه دارید، با دست بالا و پایین ببرید. مرسی و رهاش کنید. خیلی خوب، یه دونه تمرین کتفم بریم همین پهلو که هستیم. دست راستم رو میذارم جلوی بدنم، سرتون رو میتونید روی بالش بذارید، دست چپ رو روش بکشید، کتف بالایی کشیده شه و بعد کمان بزن. بسیار تمرین خوبی هست برای
کت، سرشونه، خستگی پشت رو از بین میبره عزیزان. در انتها بچه تعداد حرکت ها رو هفتا برید، فنر بزنید، مرسی و رهاش کنید. زیر سرتون حتما بالش بذارید. میخوام بلندشم به پهلوی مخالف. حتما با کمک دستتون، هیچ وقت از روی شکم چرخش نرید بچه ها. خیلی مهمه که حتما بلند شید و جهتتون رو تغییر بدید. خب برعکس میرم به پهلوی مخالف. هیچ شتابی توی انجام تمرینات نداشته باشید، خیلی آروم با دقت و احتیاط. این سری با این مدل انجام میدم که بدونید هر دوتاش هم درست هستش، هیچ فرق نمی کنه. ساعدم روی زمین هست، پای زیری خم هست، پای بالایی صافه. بچه ها میتونید پا رو بیارید بالا و پایین، به آرومی پا رو حرکت میدی. پا رو بالا نگه دار، پنجه پاشنه میکنم، کشش میدم. همین پا رو میکشم داخل شکم و صافش میکنم. به اندازه‌ای که به شکمم فشار نیاد پا رو میکشم داخل شکمم. آفرین. کشش برای سیاتیک، برای کمردرد بسیار حرکت مفیدی هستش. مرسی. پا رو جمع میکنم، هر دو پا رو میذارم روی هم. گفتم معیارمون چیه بچه ها؟ معیارمون متم هست. پاها موازی مت، روی متمه. پای بالایی رو کامل جدا میکنم، بالا و پایین، بالا و پایین کامل. این حرکات، حرکات تخصصی برای عضلات کف لگن هست. عضلات کف لگن برای خانم ها و به خصوص در دوران بارداری جزو عضلات اصلی هستش که باید تقویت بشه. دایره میزنم از لگن. ممکنه هنگام انجام این تمرینات یه مقدار درد احساس کنید توی قسمت لگن که کاملا هم طبیعی هست. هیچ نگران نباشید. جهت دایره رو عوض کنید، برعکس. مرسی. با دستم میگیرم پا رو، چند بار پا رو باز و بسته میکنم. مرسی و رهاش میکنم. خب بریم نرمش کتفم با این سمت انجام بدیم. دستم رو صاف میذارم روی زمین، حتما زیر سرتون بالش باشه. دست رو میکشم و کمان میزنم. کشش و کمان، کشش و کمان. بسیار تمرین خوبی هست برای کتف و سرشونه هاتون. در انتها فنر میزنم و رهاش میکنم. برای بلند شدن دستم رو میذارم جلو، پا رو صاف میکنم، با کمک دستم بلند میشم. خب بلند میشیم، حرکت های پهلو، پهلوی راست و چپ رو انجام دادیم. میشینیم توی وضعیت راحت، قرار میگیریم. دست ها رو میارم، دو تا دست ها کنار بدنم هست، دست ها رو میارم بالا و پایین. دو، سه، چهار، پنج، نگه میدارم، دست ها رو، کف دست ها رو به سقف نگه میدارم، میارم بالا. یک، دو، سه،
4 و 5. دستا رو میارم جلو و عقب، جلو و عقب، جلو و عقب، جلو و عقب. دستا رو آزاد کن، شونه ها تو حرکت بده. 3 4 5 6 و 7. برعکسش. 7 6 5 4 3 2 و 1. شونه ها رو بالا بیار و رها، بالا و رها، بالا و رها. خیلی خوب عزیزان، تمرینات امروزمون هم به پایان رسید. انشالله که تمرینات امروز هم براتون مفید بوده باشه. با یه سری دیگه از تمرینات در خدمتتون بودیم. انشالله برای جلسه آینده در خدمتتون خواهیم بود. مرسی.